جنگ گرگ ها در رأس نظام بین خامنه ای و رفسنجانی بر سر زهر اتمی. کیهان ارگان ولی فقیه ارتجا. پیچ تاریخی در جنگ دیپلماسی، یک مواجهه و رویارویی نفسگیر. ارگان خامنه ای، هاشمی با تحریف نظرات امام خمینی و کمک به حذف شعار مرگ بر آمریکا، نقش سنگر شکن و صف شکن را ایفا می کند. رفسنجانی، جهان به استقبال اعتدال آمد. دولت قبلی کلاف سردرگم ساخته بود. ارگان ولی فقیه ارتجا، بحران اتمی را برای رژیم یک مواجهه و رویارویی نفسگیر و تاریخی توصیف کرد و در سرمقاله امروز دوشنبه 15 مهر این روزنامه با عنوان پیچ تاریخی در جنگ دیپلماسی نوشت: بدون تردید دو هفته گذشته و مواجهه دیپلماتیک ایران با آمریکا جای کمترین تردیدی باقی نگذاشت که آمریکا قابل اعتماد نیست. می‌خواهد فضای فشار علیه کشورمان را به اوج برسانند و بر ذهن افکار عمومی و مسئولان اثر بگذارند. بگویند ایران از سر ناچاری و به خاطر اثر کردن تحریم‌ها پای میز مذاکره آمده و خواهان بهبود روابط با غرب است و باید اعتماد سازی کند. این فضا سازی‌ها در حالی صورت گرفت که اوباما حتی پس از تماس تلفنی با رئیس جمهور کشورمان صریحاً گفت هنوز همه گزینه‌ها روی میز است و در مصاحبه با آسوشیتد پرس ایران را به ساخت بمب و سلاح هسته‌ای در آینده نزدیک متهم کرد. آنها به کدام نقطه چشم دوخته و چه چیزی را طمع کردند؟ برآورد و تحلیل آنها این بوده است که در یک پیچ تاریخی با ایران در کارزار دیپلماتیک قرار گرفته و برنده این رویداد بزرگ خواهند بود. اما آنها مفهوم نرمش قهرمانانه در جنگ دیپلماتیک پیش روی را نفهمیدند و درک نکردند. کیهان آخوندی همزمان در مطلب دیگری رفسنجانی را به خاطر رویارویی وی با سیاست‌های خامنه‌ای زیر ضرب برد و او را سنگرشکن خواند و نوشت: برخی معتقدند هاشمی با تحریف نظرات امام خمینی برای حذف شعار مرگ بر آمریکا کمک می‌کند. هاشمی نقش سنگرشکن و صفشکن را ایفا می‌کند. هم مواضع اخیر هاشمی در مورد سوریه، هم حرف‌های او در مورد آزادی شبکه‌های اجتماعی، هم در مورد اینکه ما کاسه داغ‌تر از آش نیستیم به نسبت اسرائیل و هم حرف‌های او در رابطه با آمریکا در واقع در همین راستاست. بولدوزر اعتدال ترمز برید. 70 عزل و نصب در نهاد ریاست جمهوری و دست کم 460 برکناری و انتصاب جدید. از سوی دیگر ارگان ولی فقیه ارتجا با حمله به آخوند روحانی عزل و نصب‌های درونباندی را صاف کردن با بولدوزر توصیف کرد و تحت عنوان بولدوزر اعتدال ترمز برید نوشت: در مدت کمتر از 60 روز بالغ بر 70 عزل و نصب در نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته و این رکوردی جدید برای دولت 11 است. برکناری بسیاری از مدیران ستادی نهاد ریاست جمهوری این سوال را ایجاد کرده که آیا هیچ یک از مدیران فاقد کفایت لازم برای تداوم خدمت نبودند و آیا مدیران جدید از تجربه و تخصص برتری نسبت به قبلی ها برخوردارند؟ پاسخ این سوالات با توجه به مواردی همچون انتصاب همزمان خواهرزاده آقای روحانی به 3 منصب مهم در نهاد ریاست جمهوری یا انتصاب اکبر ترکان به بیش از 5 منصب در داخل نهاد و چند پست دیگر در خارج از نهاد روشن می شود. دست کم 460 برکناری و انتصاب جدید در سطوح مختلف مدیران دستگاه های مختلف بوده است. هنوز 3 ماه از سخنان رئیس جمهور در جمع خبرنگاران رسانه ها نگذشته که گفت من با کلید آمدم و نه داس. مدیر مسئول کیهان حسین شریعت مداری در این باره نوشت: ظاهراً کلید مورد نظر رئیس جمهور سویچ بولدوزر بوده است.
در مقابل رفسنجانی مجدداً سیاست‌های خامنه‌ای را به باد حمله گرفت و راه برون رفت ولی فقیه ارتجا را از بحران‌ها تغییر در سیاست خارجی عنوان کرد. وی در دیدار با جمعی از کارگزاران رژیم گفت جهان به استقبال اعتدال آمده است و دولت قبلی کلاف سردرگم ساخته بود. رفسنجانی افزود شرایط مدیریت اجرایی گذشته اوضاع کشور را مثل کلافی سردرگم به هم ریخت و اصلاح امور نیاز به تدابیر دارد. اکنون میتوان با اصلاح شرایط مدیریتی و حل مشکلات خارجی کشور را به موقعیت‌های مناسب رساند. وحشت خامنه‌ای از براندازی نظام. جریانات برانداز می‌خواهند ایران را مثل مصر بکنند. باید در اوج هوشیاری حرکت را دنبال کنیم. در همین حال پاسدار نقدی سرکرده بسیج خامنه‌ای ضمن اذعان به وجود شکاف‌های گسترده در درون رژیم با مقایسه کردن شرایط ایران با مصر وحشت رژیم را از سر برآوردن قیام‌های مردمی برملا کرد و گفت امروز یکی از حساس‌ترین مقاطع انقلاب را سپری می‌کنیم و باید در اوج هوشیاری حرکت را دنبال کنیم و مهمترین مسئله در این شرایط توجه به حفظ وحدت است. اخیراً همان شبکه‌ای که فتنه سال 88 را راه انداخت می‌خواهد با ایجاد دو دستگی و ایجاد شکاف اجتماعی صحنه سیاسی ایران را به شرایطی شبیه مصر سوق دهد و به قول خودشان ایران را مصریزه کنند. تشابه ایران با مصر ناشیگری جریانات برانداز را نشان می‌دهد. لکن باید هوشیار بود زیرا فتنه‌گران می‌خواهند با دامن زدن به اختلاف داخلی موضع ایران را در مذاکرات هسته‌ای ضعیف کنند. آنها در سالهای اخیر با نامن پراکنی‌ها به سران آمریکا تشدید تحریم‌ها علیه نظام را درخواست کردند.